خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک ویدیو خیلی مهم داریم و این ویدیو در مورد اینه که چه پوزیشن سایزی رو باید انتخاب کنید و چطور پوزیشن سایزتون رو انتخاب کنید. من قبل از اینکه وارد در واقع کلکیولیتور داخل وارد ماشین حساب بشیم، من شروع بکنم یه ذره توضیح بدم در این مورد. ببینید، ما وقتی که یک ترید رو انتخاب میکنیم، وقتی تحلیلمون رو انجام میدیم و یک ترید رو انتخاب میکنیم، چیزی که نیاز داریم برای در واقع انتخاب ترید، برای ورود به ترید، یک نقطه ورودمون هست، در چه قیمتی میخوایم وارد بشیم، و دو اینکه استاپلاسمون چقدر قراره با ما فاصله داشته باشه، چند پیپ قرار به اصطلاح با ما فاصله داشته باشه. این دوتا مورد رو اگر داشته باشین، اون موقع بر اساس این دوتا و البته بر اساس سایز اکانتتون میتونیم بیایم و اندازه پوزیشنی که باید باز بکنیم رو طبق اینها حساب بکنیم. پس اینکه چند پیپ اونورتر ما میخوایم تریدمون رو انتخاب بکنیم، یعنی استاپلاسمون قرار چند پیپ اونورتر باشه رو قبل از اینکه بخواید در واقع پوزیشنتون رو در نظر بگیریم باید انتخاب کنید. اینجوری نباید باشه که بگین من میخوام وارد یک ترید 1/10 بشم، پس انقدر بعد در واقع استاپلاسم فاصله شوش. نه، برعکس. پس اول استاپلاس رو تعیین میکنیم، بر اساس اون پوزیشن سایز رو تعیین میکنیم. اما حالا بیایم ببینیم که چطور این کار رو انجام میدیم. خب من این ماشین حساب رو باز کردم، خیلی چیز خاصی هم نیستش، یعنی شما سرچ بکنید لات کلکیولیتور، اولین گزینه رو بیاد همشون در واقع همه این گزینه هایی که اینجا هستن این ماشین حساب رو دارم. من گزینه اول از مای افکس بوک دارم میبینم، تو هر سایت دیگه برین تقریبا همین شکلیه. چه چیزهایی رو باید تعیین بکنید؟ سوالاتی که ازمون داره میپرسه اینه که اول از همه خب بگیم اکانتمون از چه جنسی، اکانتمون به دلار آمریکاست، به دلار استرالیاست، معمولا به دلار آمریکاست. اکانتمون کل اکانت اندازش چقدر هست؟ من برای مثال اینجا 10,000 دلار رو ثبت کردم، یعنی کل پولی که توی اکانتمون داریم 10,000 دلار. ریسک ریشیو، ریسک ریشیو یعنی چی؟ یعنی که شما در هر ترید، در این معامله خاص، در این ترید خاص چند درصد اکانتتون رو میخواین ریسک بکنید. ببینید این عدد پیشنهادی من برای این ریسک ریشیو چیزی ماکسیموم 1% هستش، یعنی 0.75%، 1%، 0.5%، حتی اگر تازه دارین شروع میکنید. ماکسیموم عددی که توصیه میشه، من ندیدم کسی جای توصیه کنه بالای 5%. به نظرم 5% خیلی عدد بزرگیه. 5% یعنی چی؟ 5% یعنی اگر شما 20 تا ترید پشت سر هم داشته باشید که بازنده باشه، شما تمام پولتون رو از دست میدین. خب پس یه چیزی بین یک، بگیم بین 0.5 تا 2% عدد منطقی هست. من 1% رو انتخاب کردم. گفتم که برای اینکه بتونید تریدتون رو انتخاب باز کنید، باید بدونید که در واقع چند پیپ استاپلاستون باهاتون فاصله داره. پس این یه عددی که باید وارد کنید. برای مثال یه تریدی پیدا کردیم، استاپلاسمون رو می‌خوایم 55 پیپ اونورتر بزنیم. پس این عدد رو هم، عدد استاپلاس رو همینجا وارد می‌کنیم. کانترکت سایز، در واقع این رو از بروکرتون می‌تونید بگیرید. معمولا این عدد فیکس هست، 100,000 تا فیکس هستش. چیه؟ این میگه که هر یک لات، یعنی هر یک کانترکت، چند یونیت یا چند واحد معامله داره انجام میشه. برای مثال به طور معمول برای یورو به دلار هر در واقع کانترکت 100,000 معادل تبدیل 100,000 یورو به دلار و یا بالعکس هستش، درست؟ و آخرین چیزی که باید انتخاب کنید اینه که چه پیریود دارین ترید میکنید. اینجا پیرهای مختلف هست، میتونید انتخاب کنید، حتی در واقع طلا هست، طلا به دلار، طلا به مثلا در مورد طلا این عدد 100ه. شما در هر کانترکت 100 اونس طلا رو دارین معامله میکنین هر یک لات. بیاین برگردیم به همون در واقع یورو به دلار. یورو دلار رو اینجا میذاریم با همون 100,000 تا، دکمه کلکیولیت رو میزنیم. این پایین نتیجه رو برای ما میاره. خب نتیجه چیه؟ میگه اولا شما 1% اکانت 10,000 دلاریتون رو میخواین ریسک کنید. یعنی چقدر؟ یعنی 100 دلار. پس یعنی اگر این ترید رو اشتباه در نظر گرفته باشین، اگر ترید بازنده باشه 100 دلار ضرر خواهیم کرد. پس این عدد اول. اینه یونیت، میگه اگر یونیت قرار باشه معامله کنید، اگر بزنید به یونیت میرسید، اول لات رو بگیم، میگه اگر لات میخواید معامله کنید 0.182 لات باید معامله کنید با این استاپ لات و با این سایز اکانت و با این درصد ریسک، درست؟ پس یه عدد فیکس بهمون داد. اگر اکانتتون مثلا 1000 دلاری باشه، کماکان بخواید یک درصدش رو ریسک بکنید، این بار باید 0.018، یعنی 18,000 ملات ترید باز بکنید. این یونیت چیه؟ بعضی از بروکرها به جای اینکه در واقع از شما بخوان که با لات ترید بکنید،
که معمولا روی در واقع متا تریدر 4 و 5 شما باید با لات ترید بکنید، بهتون اجازه میدن که با یونیت ترید بکنید. یونیت یعنی چی؟ یونیت یعنی اینکه شما میتونید انتخاب کنید چند یورو و یا چند دلار رو خرید و فروش بکنید. برای مثال اینجا میگه که شما میتونید 1818 دلار رو بخرید یا بفروشید. اینو بکنم 50 فکر کنم عدد روندتر باشه. مثلا میگه شما 2000 یورو رو میتونید تبدیل به دلار بکنید که معادل 200 پیپ هست. اگر 200 لات هست، اگر از لات استفاده میکنید به یونیت کاری نداشته باشین، اگر از یونیت استفاده میکنید به لات کاری نداشته باشین. یونیت خوبیش چیه؟ اگر بروکری ارتون اجازه بده که یونیت ترید بکنید، خب خوبیش اینه که خیلی فاین تیون تر میتونید بکنید. دیدین که اگر مثلا اینجا 55 باشه تا میدونید که دقیقاً 1818 دلار رو میخواین تبدیل به یورو بکنید و برعکس. همین کل قضیه اینه. اگر دوست ندارین که کل اکانتتون و درصدش رو اینجا بزنین، میتونین تبدیلش کنین به مانی، به پول، به اینکه آقا من میخوام که مثلا چه میدونم 300 دلار ریسک بکنم، اگر این تریدم خراب بود میخوام 300 دلار ریسک بکنم. اگر اکانتتون 1000 دلاری باشه بخواید 300 دلار ریسک بکنید، اینجا بهتون میگه که خب شما دارین 30% اکانتتون رو روی این موضوع شرط می‌بندین که خب عدد بزرگی است طبیعتاً. و همین، واقعا همین. پس تنها چیزی که قراره به ذهنتون بسپارین، هر چیزی که خیلی مهم هست، اینه که اول از همه قبل از اینکه این ماشین حساب رو باز کنید، باید بدونید که چند پیپ استافلاستون باهاتون فاصله داره و چند درصد یا چند دلار از حسابتون رو میخواین ریسک بکنید. توی تریدینگ ویو هم میتونین این کار رو انجام بدین بدون اینکه نیاز باشه حالا اکانت خاصی رو بخرین. اینجا این دکمه این کنار رو که بزنید، در واقع این پنل خرید و فروش باز میشه. من کمی بزرگش میکنم بهتر دیده بشه. این پنل خرید و فروش باز میشه. داخل این پنل خرید و فروش شما میتونید بزنید که آقا من میخوام برای مثال خرید انجام بدم، در قیمت بذارید مثلا دلار به دلار کانادا رو بیارید، میخوام من خرید انجام بدم در قیمت 1.3 میخوام خرید بکنم، استاپلاس هم 40 پیپ اونورتر یا نه اصلا توی قیمت 1.25 میخوام استاپلاس هم رو بذارم که میشه 500 پیپ اونورتر، اینا مثاله، و 500 پیپ اونورتر رو اکانت، در واقع اینجوری بگیم که چقدر میخوام ریسک بکنم، چند درصد اکانتم رو میخوام ریسک بکنم، یا چه در واقع مقدار دلاری میخوام ریسک بکنم. مثلا 100 دلار میخوام ریسک بکنم. خب اگر 100 دلار بخوام ریسک بکنیم، 500 پیپ اونورتر شما 2000 یونیت باید خرید و فروش بکنیم. پس اینجا یونیت نشون میده. اگر سیستمتون لات هست، باید یونیت رو تبدیل به لات بکنید. ولی من پیشنهاد میدم که اگر با لات ترید میکنید، از ماشین حساب های این چینی استفاده کنید، شاید کارتون خیلی راحت تر باشه. خب این درس خیلی درس مهمی بود، امیدوارم که ازش استفاده بکنید. اگر هر مشکلی داشتید، اگر نتونستید سایت رو پیدا کنید، حتما من بگید، من راهنماییتون میکنم، کمکتون خواهم کرد. امیدوارم که ترید های موفقی رو داشته باشین، ترید های کم ریسکی رو داشته باشید، نگم کم ریسک، ترید های پرسودی رو داشته باشید. مراقب خودتون باشین، به زودی میبینمتون و خدا نگهدارتون باشه.